سمت دیوچه سمان تیام و امروز اومدم درباره ترکیه براتون صحبت کنم. ببخشید من یه خورده صدام گرفته، من تو این فصل سینوزیتم شروع میشه. میخواستم درباره ترکیه تمام چیزایی که میدونم و براتون توی چندین ویدیو مختلف توضیح بدم، اما اقسام چیزایی که توی این چند وقت فهمیدم و تحقیقاتی که داشتم و چیزایی که خودم تجربه کردم بهتون بگم. من موقعی که خودم میخواستم مهاجرت بکنم به ترکیه، تمام سایت ها رو زیر و رو کردم، از خیلی ها پرسجو کردم، ولی حالا به هر دلیلی جواب خیلی از سوالات ساده رو هیچ جا نتونستم پیدا بکنم. و برای کسایی که میخوان به ترکیه مهاجرت بکنم بتونم کمکشون بکنم که موقعی که اومدن اینجا آخرین چیزی که بخوان نگرانش باشن جواب یه سری سوالات احمقانه ساده است که هیچ کس جوابشون نمیده. پس کسایی که میخوان مهاجرت بکنن، کسایی که قصد مهاجرت دارن، کسایی که کلا کنجکاون، هر سوالی داشتین از من توی کامنت بپرسید. اولین چیز خیلی مهم پابلیک ترانسپورتیشنه که وسایل حمل و نقل عمومی بهش میگن. اولین نکته اینه که هیچ وقت سوار تاکسی نشین به خاطر اینکه بسیار گرونه، مثل پول آژانس، فقط به لیر سه برابر. و همینجور که توی این ویدیو دارین میبینین که البته دوربین نتونسته نور مسافت رو درست بگیره، ولی تمامی تاکسی ها و آژانس های توی استانبول این دستگاه ها رو دارن که بر اساس مسافتی که طی میکنه ماشین از شما مبلغی رو میخواد. کاری که معمولا یه سری از تاکسی ها و آژانس ها انجام میدن اینه که خب شما کاملا مشخصی که شما یابانجی یا یه مسافر و یه مهاجر هستید، برها ترکیه رو نمیشناسید و مپایی که توی ایران شما استفاده میکنین مثل ویز توی استانبول یا ترکیه کلا درست کار نمیکنن، به خاطر اینکه این مپا فقط مخصوص ایرانن و وقتی اینجا میای طولانی ترین مسیر رو ممکنه به عنوان بهترین مسیر بزنه و هر چقدر طولانی تر باشه مسافت شما مبلغش خیلی بالاتر و بالاتر میره. و کاری که راننده های تاکسی بعضیاشون انجام میدن اینه که خیلی مسافت های طولانی تر رو میرن و یا دور میزنن یا یه سری مکان‌ها رو اشتباه میرن، هی چرخ میزنن، میگن اینجا بسته است، اونجا نمیشه رفت و کلا توی استانبول خیلی ترافیک است. از لحاظ ترافیک، از لحاظ پولی و از لحاظ همه چی تاکسی نمیصرفه، اصلا نمیصرفه. خب گزینه دوم اتوبوس و متروه. راجع به اتوبوس باید بگم که ما تو همون ترافیک هستین، خیلی 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 شلوغ، خیلی ترافیک داره و معمولا زیاد خنک نیست به خاطر اینکه خیلی آدم توش زیاد هست، ولی همه اتوبوس ها کولر داره و خیلی اتوبوس های شیک و باحالی هستش. تنها مشکل اینه که خیلی ترافیک هست و اگه عجله داشته باشین اصلا نمیصرفه. ولی مترو هم خنک‌تره، هم سریع‌تره، هم ارزون‌تره و هم خیلی دسترسیش بهتره و از همه لحاظ بهتره و مسافت‌های خیلی طولانی رو با سلیر شما میتونین برید. تمام پابلیک ترانسپورتیشن، تمام وسایل حمل و نقل عمومی به غیر از تاکسی، همون آژانس، شما باید از استانبول کارت استفاده کنین. امکان خیلی از شما این دوچرخه‌های اونم نارنجی رنگ توی تهران میبینید که مثلا یه سری قرفه هستن پر از دوچرخن و با یه اپلیکیشن شما میتونین از اونا استفاده بکنین و مبلغی رو پرداخت میکنین هر دفعه که سوار اونا میشین و یه مسافتی رو میرین. و توی استانبول به جای دوچرخه از یه سری اسکوتر استفاده میکنن که با یه اپلیکیشن شما میتونین از اونا استفاده کنین و یه سری مسافت ها رو برین. خیلی اسکوترهای ساده و باحالی هستن و همه جا میتونین پیداشون بکنین. اسکوترهای خیلی قدرتمندی هستن و مسافت های خیلی طولانی و یا خیلی سربالا رو میتونن به راحتی برن. بچه دیدین مثلا خیلی بازار لباس و فلان اینا میگن که مثلا لباس ها رو ریختن روی میز و خانم ها میان بر میدارن جدا میکنن و اینا. چند مورد باید بهتون بگم. اول اینکه لباسش اصلا خوب نیست به خاطر اینکه صبحای زود خیلی ها میرن اونجا و لباس های خوب جدا میکنن میبرن. و یه سری چیز دیگه که هست، لباساشون باید حتما چک کنین که سوراخ و اینا نداشته باشه یا لک نداشته باشه به خاطر اینکه معمولا اینجوریان. و باید بگم که قیمتشون یکیان با مغازه‌های شیک که مثلا جنسای خوب داره یکیه. یه عطر من 10 لیر خریدم از یه مغازه زنجیره خیلی خوب و توی این بازار 30 لیر میفروختن این عطر. و دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه خیلی از توریست
توریستایی که خب میان ترکیه بازار بزرگیه. مثلا توریست اگه بخواد بیاد ایران میره بازار بزرگ ایران دیگه، یا میره مکانهای تاریخی و جاهایی که خیلی قدمت داره و اینا. یه تا تش دیگه برید که چرا جنسای آشغالی رو ممکنه بهتون با قیمت خیلی بالا بدن. و فکر میکنم کسایی که منو فالو میکنن و ویدیوهامو میبینن میدونستن که من یه هفته کامل کلا نت نداشتم، فقط به خاطر اینکه هیچ جا توی این گوگل لعنتی و هیچ جای دیگه ننوشته بودش که من باید پاشم برم دم این قرفه ها و اینترنت از همونجا بگیرم. اینم بگم که چندین شرکت هستن واسه نت، یه دونه ترک تلکوم، یه دونه ترکسل و یه دونه ودافونه که من ترک تلکوم گرفتم خودم، راضیم، چیز خوبیه. فقط باید بدونین که نتایی که شما بخواید برین از سمت قرفه‌های اونجا بگیرین خیلی گرونن. تا کیملیکتون رو نگیرین خیلی بهتون گرون میفروشن. یعنی قیمتاشون اینه که نه که مثلا بفهمن شما یابانجی هستین بگن که اوکی گرون‌تر بدین چون یابانجی. فن اینجوری نیست. نکته مهم بعدی اینه که شما وقتی به ترکیه مهاجرت میکنین دنبال خونه میگردین و بهترین سایت برای اینکه خونه پیدا بکنین صاحبیندنه، که این قسمت ریال استیت. اگه بخواین خونه اجاره بکنین این قسمت رو میزنین برای اجاره آپارتمان استانبول، و اینجا مناطق رو میتونین پیدا کنین که توی ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم که چه مناطقی خوبن، چه مناطقی مناطق پولدارن، چه مناطقی امنن و همه اینا رو براتون توضیح میدم. اصلا اینجا قسمت بشیکتاش رو انتخاب میکنین. اینجا محله های بشیکتاش رو داره، مثلا عباس آقا، بعد اینجوری تیکش رو میتونین برده. مثلا شما تو جهان نما میخواین، جهان ما. بعد اینجا حداقل پولی که میخواین پرداخت کنین مثلا 2000 لیر، چون یه سری خونه ارزون تر از 2000 لیر میاره، شما اینو مثلا مشخص میکنین که خونه اونو نگیره. حد اکثر هم 4000 لیر. توی این قسمت شما میتونین آپشنای دیگه، اگه مثلا خونه مبله میخواین این قسمت فرنیش رو میزنین و یس میزنین، اینجا سرچ میکنین تمام این خونه ها فرنیشتن و فیلترهای خیلی بیشتر هم داره. تمام توضیحات اینجا هسته، شماره تلفن، املاک، مثلا بالکن داره نداره، تمام اینا رو میزنه. این پایین هم چیزی که داره رو میزنه. فقط حواستون باشه خیلی از خونه ها طبقه چهارمه، مثلا این طبقه پنجمه و بچه مثلا این الان طبقه پنجمه و آسانسور نداره و 4000 لیره. یه سایتی که قیمتهای خیلی خوب میتونین توش پیدا بکنین چندیوله، و حتما ریویوها رو هم نگاه کنین. مثلا چونم الان این چاقوها نگاه کنین 2426 تا ریویو داشته و 4.5 ستاره هم هست، یعنی قشنگ خوبه نظراتی که دادن مردم. با چه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. برای وایستا نرا یه لحظه وایستا ببین سوالی داشتی تو کامنت ها بنویسته که میتونم کمکت کنم. اوکی، اینکه اینجوری نباشی میخوایی الان چرا سوال نمیپرسی، چرا کامنت نمی، چرا لایک نمی کنی؟ یه لایک بکنه تا این سوال کنم دیگه تعمل کنم. حتی ویدیو بعدی.